خب یکی از چیزهای دیگه که ممکنه برای شما توی کار پیش بیاد و حالا توی فیلم فوکوس هم خیلی استفاده شده بود، این حذف کردن چیزهای اضافیه که ماشاءالله توی کار به هزاران بار اتفاق میفته، که مثلا جانم یه صحنه دراماتیک یهو یه موتوری از اون پشت رد میشه، یا مثلا جانم یه چیزی بوم توک میزنه میاد توی کادر، هزاران چیز مختلفی که شما ممکنه براتون اتفاق بیفته که نیاز باشه یه تیکه از تصویر رو حذف کنید. به طور مثال اینجا من دوربینم داره تکون میخوره و هم دوربینم هند هلت هست و تکون داره و هم خود بازیگرم، در این حال میخوام این تابلو اینجا رو حذف کنم. چجوری میتونم این کار بکنم؟ اینو یا باید بدم به یه شرکت جلوه ویژه، یا باید تمام اینا رو اکسپورت کنم فتوشاپ، دونه دونه این فریم ها رو اینجا کلون بکنم، یا باز دوباره از این پلاگین اسلایس اکس استفاده بکنم، این چیزی که اینجا داره به اسم آبجکت ریمووال. آبجکت ریمووال رو من اینجا درگ میکنم روی این تصویر و حالا شما اینجا باز مثل سری قبل دقیقا یه همچین شکل اینجا میبینید. باز من میتونم بیام اینجا یکی از اینا رو انتخاب بکنم و بیام بگم که مثلا من یه ذره زوم بکنم که بهتر مشخص بشه، باز بیام بگم آقا اینو، این آقای تابلو رو، خود تابلو رو اینو من ممکنه بگم که میخوام حذفش بکنم. حالا من چند تا اینجا کنترل پوینت اضافه زدم، این یکی هم انتخابش کنم، پاکش کنم، یک کمی هم میتونم بهترش کنم. حالا چون باز دوباره من تکنولوژی این رو دارم که این تیکه از تصویر رو بگیرم و دنبالش بکنم توی تصویر، باز میتونم به راحتی پاکش بکنم که حالا با هم میبینیم. الان اینجا من میام میگم که از اینجا اینو ترک بکن رو به جلو، یعنی رو به جلو هر جا این میره شما این تصویر رو داشته باش و دنبالش بکن. خب همونطور که شما دیدین این دنبالش کرد، من میتونم بیام ببینم که درست این کار رو انجام داده یا نه، چون بعضی وقتا ممکنه در برد دستش و ممکنه نتونه درست این کار رو انجام بده. من اینجا تقریبا میبینم که کل تصویرم توی این مربع هستش اون تابلو و خیلی هم خوب و تمیز این کار رو انجام داده. میام من اینجا توی این کی فریم اولم، اولین جایی که این شکل رو درست کردم، حالا میگم رو به عقب دوباره بر من اینو ترک بکن، یعنی از اینجا به عقب. الان دیگه این رو به عقبم درست انجام داد این کار رو و حالا من اینجا اگه چک بکنم شما میبینید که خیلی تر و تمیز داره دنبالش میکنه. خب من حالا برمیگردم توی این جا. ممکنه شما بگید خب الان من اینو ترک کردم دنبال میتونم بکنم شو تصویر، چه فایده ای داره؟ شما دقیقا این فتوشاپ میتونید بگید، این کلون تول فتوشاپ میتونید بگید ببین از تصویر اینجا استفاده کن روی این کپی کن اینجاها. این فرامی که شما میبینید دقیقا جاشه. شما اکس آفستتون میاد میگه که توی محور عرض این ورتر یا این ورتر رو کپی کن، وایتون توی محور طول. حالا من اینجا چون تو طول میخوام این کار رو انجام بدم، میام این رو یه ذره جا به جا میکنم و شما دقیقا میبینید که اینجا من میتونم بهش بگم که ببین از این تیکه کپی کن روی اینجا. حالا چون که این قسمت ترک شده و کاملا این تیکه دنبال میشه تو کل تصویر، تیکه بالاش هم موقعی که کپی میشه دقیقا درسته و اونم همون جوری کپی میشه. بذار تاثیرش رو با هم ببینیم. همطور که شما میبینید خیلی راحت و خیلی تمیز این تابلو از اون تیکه بالا کپی شد و حذف شد.
بدون اینکه شما نیاز باشه اینو بفرستید برای شرکت جلوه ویژه، بدون اینکه نیاز باشه برید فتوشاپ، فقط به خاطر اینکه اون تیکه رو میگیره و میتونه دنبالش بکنه توی تصویر، شما میتونید بگید ببین اینو که گرفتی داری دنبال میکنی، حالا از اینجا تصویر رو کپی کن روی این، روی این، چون داره اینو دنبال میکنه طبیعتا تیکه بالاش هم میتونه دنبال بکنه. اینی که شما با این کلکی که میتونید بزنید و در واقع با این کلکی که این آبجکت موبایل میزنه خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. حالا شما اینجا ممکنه بگید که این خطا و این لبه ها الان خیلی تابلو هن. اصلا هم تمیز این کار انجام نشد. عمدن من راستش این کار انجام دادم که بعدا بتونم اینو توضیح بدم خدمتون. باز من میتونم نزدیکترم بشم. ببخشت 75%. بزید دست 100%. شما اینجا میبینید. الان من باید شاید یک کمی بزرگتر از این فضا رو انتخاب میکردم. یک کمی اگه بزرگتر میبود این تیکه، تیکه که کپی میکرد، شاید بهتر میبود. حالا من میتونم بیام توی اون کی فریم و چون فقط یه کی فریم دارم و این شیپ رو و این شکل رو فقط یه بار کی فریم براش تعیین کردم، میتونم بیام اصلا خود این رو بگم آقا اصلا این شکلی که من انتخاب کردم رو شما اونجوری در نظر نگیرش، شما اصلا یه شکل عجیبه دیگه در نظر بگیر که یه همچین چیزی توی این مایه هاست. مثلا من عمدن اصلا دارم این شکلی انجامش میدم که شما ببینید. نیاز نیست حتما حتما لزوما عین اون چیزی باشه که تو تصویره. الان شما میبینید که شکل این بزرگتره و خب قاعدتا اون پایینیه رو حتما در بر میگیره و حالا همه این تیکه بالا رو به این بزرگی کپی میکنه اینجا. و از اونجایی هم که همونطور که تو درس قبلی گفتم خدمتتون، اطلاعات ترکینگ شما و اطلاعات دنبال کردن شکل شما به این اطلاعات شیپ شما ربطی ندارن، به خاطر همین مشکلی به وجود نمیاد. حالا من میام اینجا فیت رو میزنم و الان شما میتونید خیلی راحت ببینید خیلی تیکه بزرگتری رو داره کپی میکنه اونجا و دقیقا از تیکه بزرگ داره اینجا کپی میکنه. دیگه شما اون خطا رو نمیبینید، دیگه اون اتفاق رو نمیبینید و حالا خیلی راحت و تمیز این مسئله انجام شد. البته ممکنه اونا که خیلی وسواس دارن بگن نه آقا اینجا ها من یه سری خط میبینم. آره خب بخاطر اینکه عمدن من خیلی این کار رو اغراق شده انجام دادم. ولی اینم یکی از کارهای دیگه ایه که خود این نرم افزار انجام میده برای شما و خود این پلاگین. و میگم به دلیل اینکه این کپی میتونه ترک بکنه اون اتفاق رو، شما میتونید این کار رو انجام بدید و خیلی واقعا چیز مفیدی به درد بخورید.